طبیعتاً برای حضور در بازار قاره آفریقا رقبایی وجود داره و رقبای قدری هم وجود داره و اون هم به این دلیله که شما وقتی بررسی میکنید بازار آفریقا رو میبینید کشورهای از قبل از حضور ما در این بازار حضور داشتن و علاوه بر اون اگر هم بعد از زمان ورود ما به قاره آفریقا وارد شدن با در اصل با فعالیت خیلی بالایی تونستن خودشون رو جلو بندازن به دلیل اینکه حوزه فعالیت ها رو خیلی گسترش دادن. من اگر بخوام مثال بزنم مثل ترکیه، چین و کشورهای از این قبیل، مقایسه که میکنیم با 25 سال پیش میبینیم که مثلا چین 25 سال پیش در بازار آفریقا وجود نداشت، حضور نداشته، ترکیه هم حضور نداشته در اون موقع، ولی وقتی الان بازار کشورهای آفریقایی رو نگاه میکنید میبینید این کشورها حضور همه جانبه دارن. لذا اگر ما میخواییم مثل بقیه رقبا و با اونها رقابت بکنیم و بتونیم موفق باشیم، لازمش اینه که به این موارد توجه داشته باشیم. بخش خصوصی خیلی جاها به اراده سیاسی کشور و به حمایت سیاسی کشور نیاز داره برای اینکه بتونه در بازار کشورهای دیگه حضور داشته باشه و تسهیلات و امکانات لازم در اختیارش قرار بگیره. علاوه بر اون طبیعتاً بایستی قیمت رقابتی و همچنین کیفیت بالایی داشته باشه کالاهایی که ما عرضه می‌کنیم در بازار آفریقا.